با درودی دوباره. امروز میخواییم 6 تا وسیله ساخت و ساز و یک کار هنری رو بهتون نشون بدیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. شماره 1، دراگون اسکرید. یک ماله غول پیکر. یک پیوست که به یک وسیله یا بابکت وصل میشه و کارش صاف کردن زمینه. شنا رو که پخش میکنه هیچی، به عنوان ماله هم استفاده میشه. سرعت کارو چند برابر میکنه. میکسرا اومدم بتون رو ریختم و این خیلی سریع همه رو ماله کشید. پیوست رو میتونی به حالتهای مختلف به کار ببری. شماره 2، اسپات فلکس. یک خط کشی با دووم. دستگاه منظم میریزه رو زمین و از پشت اسپری مواد سفت کننده بهش میخوره. حسن این خطکشی اینه که وقتی میری روش یک لرزش کوچیکی میده، نه به اون حدی که کنار جاده ها میذارن، و همین لرزش کوچیک باعث میشه کسی رو خطکشی راه نره. شماره 3، گردهارد هربرز. یک اسفالت سطلی. جون میده برای لکه‌گیری آسفالت. اول تمیزش میکنی، بعد درشو که باز میکنی توش پرشنه. اما وسطش یک بطری وجود داره که توش مواد آسفالته و آسفالتی رو میسازه که احتیاج به داغ کردن رو نداره. اینقدری که میخوای مخلوط میکنی و سفت کنش هم بهش میزنی. مخلوط میکنی و میریزی روی چاله. یه مقدارم شن میریز روش. بعد 30 دقیقه از آسفالت هم محکم‌تر میشه. شماره 4، CD پیوینگ اند سیل کوتینگ. اینم یه نوع آسفالت برای پیاده روی.
مواد داغ و چسبناک وقتی رو زمین ریخته شد، شنو میریزن روش. این شن دیگه تکون نمیخوره از جاش. و بعد از اینکه ریخته شد، غلتک میخوره. این از آسفالت قشنگتره و دوومش هم از اون کمتر نیست. شماره 5، ایکو کوکان. قدیم ها بیشتر خونه های روستاها با کاهگل ساخته می شد. حسن کاهگل این بود که تابستونا خنکه، زمستونا گرم، راحت ساخته میشه و مسالش هم دم دسته. اما ساختمون های کاهگلی قدیم امنیت نداشت و با یک زلزله کوچیک میریخ پایین. حالا این شرکت خونه کاهگلی برات میسازه، هم امنه هم حسنیت کاهگلی رو داره. قالب های کاهگل تو کارگاه ساخته میشه و میاد پای کار. کاهگل ها تو قاب های چوبی قرار گرفتن. چوب ها اجازه میده کاهگل ها سبک باشه و بتونی طبقات بالاتر هم استفاده کنی و در زلزله امنیت داشته باشه. یک خونه خیلی خوب ساخته شد. خونه‌ای که عایق کامله، چون کاهگل بهتر از هر چیزی عایق میکنه. شماره 7، یک سفالکاری هنری. اول گل سفالو تخت تخت میکنه. بعد یک برگ بزرگو میذاره روش و میکوبه که طرح برگ بیفته رو سفال. بعد دور برگو میبره. تو یک کاسه دایره‌ای میخوابونتش. وقتی خوش شد اون برگو میکنه و کاغذ زیرشو برمیداره. رنگکاری میشه. سنباده میشه. بعد از سنباده میره تو کوره. وقتی پخته شد میارتش بیرون و میکنتش تو لعاب. وقتی لعاب رفت روش دوباره میره تو کوره. با سپاس از شما همراهان چیزومیز. آشنایی با آخرین اختراعات، ابتکارات و طرز ساخت چیزهای مختلف رو در چیزومیز دنبال کنید. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید.